از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تا کنون وی تلاش کرده با تغییر و تحولات گسترده در سطوح و زمینه های مختلف کشورش را از کشوری اسلامی و دینی به سمت کشوری شبیه به غرب و اصطلاحا سکولار ببرد. در جدیدترین اقدام صورت گرفته در این زمینه آرستانه های سعودی طی چند روز اخیر از صدور برخی دستورات از سوی مسئولان و ارگان های مربوطه در مورد ماه عظیم رمضان خبر دادند که حکایت از سکولارتر شدن سعودی دارد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. عربستان سعودی اعلام کرد که برپایی صفره های افتاری در مساجد در ماه مبارک رمضان مجاز است اما فیلمبرداری و پخش نمازها در این ماه مبارک ممنوع است. این موضوع در بیانیه وزارت امور اسلامی سعودی در توییتر و اظهارات عبدالله الانزی سخنگوی این وزارتخانه در گفتگوی با تلویزیون دولت سعودی مطرح شد. بر اساس این بیانیه عبداللطیف آل شیخ وزیر امور اسلامی سعودی بخشنامه ده بندی در آستانه ماه عظیم رمضان صادر کرده و در آن ده دستورالعمل را برای ماه رمضان اعلام کرد در این دستورالعمل همچنین فیلمبرداری از امام جماعت و نمازگزاران در هنگام برپایی نماز و پخش مستقیم آن در رسانه های مختلف ممنوع اعلام شد در همین حال گفته می شود استفاده از بلندگو، برگزاری مراسم اعتکاف، پخش صدای نماز و پهن کردن صفرهای های افتار در مساجد ممنوع اعلام شده است. همچنین کمک های مالی به مساجد برای انداختن سفره افتار هم اقدام ممنوع اعلام شده است. مدت زمان برگزاری نماز هم باید کمتر و کوتاهتر شود و به صورت مختصر برگزار شود. کودکان نیز از این پس اجازه خواندن نماز در مساجد را نخواهند داشت. همه نمازگزاران هم برای حضور در مساجد باید با خود کارت شناسایی همراه داشته باشند و خواندن دعا بعد از نماز هم ممنوع است. صدور این قوانین با انتقاد و واکنش شدید کاربران فضای مجازی عربستان سعودی مواجه شد و انتقاد برخی شیوخ و چهرههای وهابی را نیز برانگیخته است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.